مسئله حیات اخروی که به اصطلاح ما به عنوان اعتقاد به بقای روح تعبیر می شود و جز اون معنی دیگری ندارد، از لوازم تدینه. تدین به معنی عام خودش، به معنی مشترک در بین پیروان همه ادیان، یعنی از مواردی است که اگر نباشد دین معنی خودش را از دست می‌دهد. اعتقاد به ادامه حیات پس از مرگ اگر مورد قبول قرار نگیره، در واقع ما متدین نیستیم. دین اقتضای همچو اعتقادی رو میکنه. و بسیاری از مسائل در ادیان با همین اعتقاد اساسی توجیه میشه، تبیین میشه، اثبات میشه. جهت وجودی دین با یک همچه اعتقادی موجه می شود و موجه می کند دین رو. از یک طرف اساس اخلاق به این معنی که اخلاقی که مستلزم کف نفس، اخلاقی که مستلزم اغماز از لذائذ و منافع، اخلاقی که مقتضی قبول عقبات ظاهری تقواست، چندان مطلوب و مقبول انسان در حیات کنونی جسمانی ظاهری خودش نیست، ایجاب میکند که شخص متخلق ضمناً معتقد به حیات اخروی باشه. اخلاق اگر بر همچون مبنایی مبتنی نباشه، ناگزیر اخلاق اوتیلیتر خواهد بود به اصطلاح، یعنی اخلاقی بر اساس انتفاع، بر اساس التزاز خواهد بود. انتفاع ظاهری و التزاز صوری جسمانی و یک همچه اخلاقی شایسته اون که اخلاق نامیده بشود نیست. البته بعضی از حکما، بعضی از اصحاب نظر پیشنهاد کردند که اخلاق رو بدون اینکه تأسیس بشود بر اساس اعتقاد به حیات اخروی، تأسیس بکنند بر اساس عقلی محض، بر اساس قبول اعتبار مطلق برای تکلیف اخلاقی، بدون اینکه متوجه به هیچ گونه مکافاتی باشه. ولی البته یک همچو اساسی نمیتواند اساس محکمی باشه، اساس غیر متزلزلی باشه، چون اون چه ما رو به عنوان تکلیف مطلق اخلاقی دعوت به قبول اون میکنند و ملتزم و متعهد به آن میخواهند، یک امری نیست که بتوان اون را در خود به عنوان یک جزای معنوی، به عنوان یک پاداش مورد قبول و مورد اعتبار احساس کرد و قبول کرد و تلقی کرد. شخصی که در این جهان از خودش می گذرد و از اون چه مربوط به خودش است می گذرد، اگر امیدی
به امر دیگری، به حیات دیگری، در جهان دیگر نداشته باشد، زندگی خودش رو بی معنی احساس میکنه، بی فایده میبیند. البته توجه به ایدئال های بعیدی که در همین جهان، در نسل های آتی نوع انسان، در آتیه دور تحقق پیدا خواهد کرد، یک امر انسانی است، یک محرک معنوی برای این قبیل گذشت های اخلاقی است، برای این قبیل ایثار های اخلاقی است. اما تصدیق می فرمید که این جنبه نوعی و کلی دارد، جواب شخص رو، جواب فرد رو نمی دهد، جواب این سوال رو که چه معنی دارد من سراسر عمر خودم رو به رنج و عذاب، به زحمت بگذرونم و بگذرم و از میان بروم، بی اون که چیزی از من بماند که در مستقبل بعید از احساس تحقق یک همچون نظام معنوی در عالم خودش رو ملتز و متمتع ببینه. بعضی از عقاید، بعضی از مرام‌ها، بعضی از مسلک‌ها که کوشیدن توجه به ایدئال‌های معنوی و اخلاقی رو تنها مجوز گذشت‌ها و ایثارها و فداکاری‌های افراد بدانند و همون رو کافی بشمارند برای افراد، ناگزیر برای اینکه بتوانند افراد رو متمسک نگه دارند، محتاج توسل به اعمال زور و اعمال قدرت و اعمال استبداد شدن. یعنی چون این محرک، این سائق کافی برای فرد و نگه داشتن فرد و توجه دادن فرد نبوده، لازم دانستن برای جبران این قصور، برای جبران عدم کفایت این عامل، از قدرت، از استبداد، از زور مدد بگیرند، استمداد بکنند. و اصولا هر امری که وجدان دینی و اعتقاد شخص رو به مناسبت انتظار حیات معنوی و روحانی برای شخص خودش به دنبال حیات جسمانی و دنیوی لازم نیاره، اقتضا نکنه، اخلاق و التزام انسان به اخلاق نخواهد بود. به عنوان توضیح عرض می کنم که شخصی که پرهیزکار است، نیکوکار است، متخلق است، متقی است، در این جهان مستلزم این است که فداکاری بسیار بکنه، ایثار بکنه، نثار بکنه، گذشت بکنه، بسیاری از مواهب و رقائب این جهان رو نادیده بگذره، ازش بگذره، صرف نظر کنه و همه این مواهب و رقائب رو کسانی که مقید به اخلاق و تقوا نیستند به دست بیارند و به این ترتیب احساس یک نوع نقص عدالت، فقدان عدالت در عالم بشود. نیکوکاران تیره روز و بدکاران خوش اقبال، چنان که عالم پر از همه این هاست، جهان کنونی ما ناگزیر یک همچو وضعی این سوال رو ایجاب میکند که چه معنی دارد من همه رنج ببرم و او همه لذت ببرد، من همه غم بخورم و او همه شاد باشد و خوش باشد. چگونه میتوان توقع داشت که افراد نوع انسان در یک همچو شرایطی قبول اخلاقیت بکنند؟ البته ضامن عمومی و کلی انسانی برای اخلاق که این کار میکنیم تا عدالت بتواند به طور کلی
در مستقبل بری برای نوع انسان تحقق پیدا بکند و ایدئال ما باشد برای کارهای کنونی خودمون که مستلزم رنج و گذشت و حرمان و بی‌نصیبی است، درست است ولی کافی نیست. چیزی نیست که انسان اون رو به جان بپذیرد و قبول بکند، تصدیق بکند، احساس بکند. به همین جهت است که معمولا یک همچون سوالهایی بی جواب میمونه، یک همچون چراهایی زیرا به دنبال خودش نمیاره، نمیبینه، نمیپذیره. عدالت مثل سعادت در این جهان و با اکتفاء به قبول این جهان به عنوان تنها جهانی که ما در اون به سر میبریم تحقق پیدا نمی کنه. به همین جهت است که فرد انسان، شخص انسان در انتظار می ماند. در همین جاست که اغلب بیدین ها، اغلب کسانی که متدین نیستند، انتظار حیات غیر جسمانی برای شخص خودشون به دنبال حیات این جهانی رو نمیبرند. یک همچو بیعدالتی رو در دنیا میبینند و قبول میکنند که وجود داره و چون این طوره ناگزیر کشونده میشن به اونجا که هیچ چیز و شرط هیچ چیز ندانن و بگویند و بپذیرن که حالا که این طوره، حالا که بناست من بمیرم و تمام بشوم و از میان بروم و چیزی از من نماند، پس چرا تو اونجا که میتوانم خوش نخورم و خوش نخوابم و خوش کام نرانم؟ و پیداست که وقتی همه این طور فکر بکنم چه مسابقه ای برای بدکاری و سبقت بردن در بدکاری و پیشی گرفتن در بدکاری پیش خواهد آمد در عالم و نتایج اون چه خواهد بود. یا باید به زور ساکت کرد یا باید گذاشت که زمام و نظام از دست برود. غیر از این دو راه، راه دیگری نیست. در همین جاست که اعتقاد به حیات اخروی و انتظار ادامه حیات بعد از مرگ با اعتقاد صحیح، با قبول مبرم که ایمان دینی مستلزم اونه، مقتضی اونه، انسان رو به عدالت امیدوار میکنن. به این ترتیب دو تا محرک در مقابل انسانه برای قبول رنج، برای قبول زحمت، برای قبول ایثار و نثار، برای فداکاری و نیکوکاری. انسان دو تا محرک داره. یکی محرک عام نوعی و انسانیه که فرد از خودش میگذرد، رنج میبرد، کار میکند برای اینکه نوع در مستقبل بعید ایدئالش رو تحقق یافته ببیند و یکی که فرد انسان هم به مناسبت حیات اخروی پایداری که خواهد داشت منتظر باشد که جبران و تلافی اون چه از رنج و عذاب کشیده است برای او خواهد شد. هم محرک فردی با اعتقاد به حیات اخروی نفسانی و هم محرک عمومی به عنوان انتظار مستقبل بعید برای نوع انسان در این جهان. علاوه بر این که از لحاظ بشری و انسانی و بی‌عدالتی های ناشی از زندگی خاص بشری به این ترتیب با یک اعتقاد صحیح و انتظار حیات اخروی تحقق پیدا میکنه، علاوه بر اون با این اعتقاد انسان در عالم وجود به طور کلی هم همه جا میتواند عدالت ببیند. به این معنا که اگر به او بگویند که زلزله، طوفان، آتش فشان لازم بوده است برای این جهان که واقع بشود و واقع شده،
بنابراین بد نبوده، شر نبوده، فتنه نبوده، عذاب نبوده، بلکه امری بوده است که میبایست بشود و شده. در مقابل یک همچو استدلالی، یک همچو جوابی، وقتی این سوال انسان بکند، پس تقصیر اون افرادی که به این ترتیب بی هیچ گونه گناهی بر اثر این حوادث از میان رفتن، ستم دیدن، ظلم دیدن، ناکام شدن، چی خواهد بود؟ یک همچو سوالی وقتی عرضه میشه در مقابل این استدلال، جواب پیدا میکنه و جواب این است که با اعتقاد به حیات اخروی فردی، تصور این که بر اثر این حوادث ظلم شده باشد بر افراد، اون تصور هم دیگه بی‌معنی میشه، دیگه مورد پیدا نمی‌کنه. هم نظام کلی عالم رو قبول میکنه انسان و هم اون رو مخالف عدالت نمی‌بینه برای شخص خودش، به این مناسبت که انتظار و اعتقاد حیات اخروی رو داره برای شخص خودش و برای روح خودش در عالم دیگر. این انتظار، این اعتقاد امید رو احیا میکنه. ما میبینیم کسانی تا آخر عمر خودشون زحمت میکشن، رنج میبرن، ولی در این حال تا واپسین دم عمر در 80 سالگی، در 90 سالگی خوشن، خوشبینن، امیدوارن، شادکامن، هرگز یأس هربان برشون غالب نمی شود. چه عمری به بیهوده صرف کردم و حالا باید بگذارم و بگذرم، چرا این همه رنج بردم برای کاری که بنابود نفع اون به خودم نرسد و پایان عمرم به این صورت در بیاد؟ این چراها براشون پیدا نمی شه. اگر پیدا شد جواب پیدا می کنه فورا، برای این که زندگی خودش رو در آخرین دم 90 سالگی یا 80 سالگی میخواهد بمیرد تمام شده نمیداند. به همین جهت مدام امیدوار است، مدام شادکام است، لحظه به لحظه خوش است، شاد است، بانشاد است. این همون نشاطی است که از ایمان سر میگیرد و هیچ نشاط دیگری نمیتواند جای اون رو بگیره، نمیتونه نظیر اون بشود. نشاطی که حتی شدیدترین غمها و علمها و شکنجه‌ها و عذابها نمیتواند اون رو ضعیف بکند، نمیتواند اون رو ناتوان بکند. کسان یک همچو اعتقادی ندارند و از این اعتقاد مایه نمیگیرند برای یک نوع انبساط معنوی و نشاط روحانی، همیشه غمگینند، همیشه عبوسند، همیشه ناراحتند، همیشه نگرانند. برخلاف تصور حکمایی مثل اپیکور که به خیال باطل می گفت که انتظار مرگ غم میاره، اندوه میاره، چرا؟ برای اینکه ما اعتقاد به عالم دیگری بعد از مرگ داریم که اون اعتقاد باعث میشه که مدام مضطرب باشیم و از این اضطراب ترسی بر ما چیره میشود، ترس متافیزیکی که باعث میشود زندگی ما با حرمان و غم همراه بشود. برخلاف این حکیم مادی مشرب، باید گفت که درست مطلب غیر از اینه. یعنی اونجا که غم میاد و ناراحتی میاد و یأس میاد و هرمان میاد، جایی است که انسان خیال میکند زندگیش در دم واپسین که در این جهان میکشد تمام میشود، چون اون وقت نمیداند و نمیبیند و نمیتواند بفهمد که چرا باید این همه رنج ببرد، چرا باید این همه معذب باشد. و کم کم زندگی بیمعنی میشود، باطل میشود، محال میشود. همون امید زندگی آینده، همون اعتقاد متافیزیکی به جهان دیگر، به صورت ادامه حیات نفسانی، ادامه حیات معنوی و روحانی در عالم دیگر، باعث می شود که رنگ خوشی و شادی و امیدواری به زندگی این جهانی برسد و بخورد. علل خصوص یک همچه اعتقادی که اعتقاد صحیح باشد، ایجاب می کند که ما هرگز نباید از رحمت خدا در مقابل معصیتمون نسبت به حیات اخروی خودمون مایوس باشیم و خود همین یأس و اگر حاصل بشود بزرگترین معصیت بدانیم، بزرگترین گناه بدانیم.
ترتیب با اعتقاد به زندگی آینده، به زندگی پس از مرگ، ادامه حیات روحانی خودمون بعد از اتمام حیات جسمانی، یا بهتر بگیم بعد از تحلیل ترکیب جسمانی خودمون، ما اعتقاد به عدالت رو، قبول و امید و نشاط رو برای افراد تضمین میکنیم. البته جز این درباره زندگی در اون جهان هیچ چیز نمیتوانیم بگوییم. چرا؟ برای اینکه در مرحله پایین تریم که تصور مرحله بالاتر رو نمیتوانیم حاصل بکنیم، و چون نمیتوانیم تصور اون رو حاصل بکنیم، هیچ چیز هم در مورد اون نمیتوانیم به زبان بیاریم. چگونه است نمیدانیم، همینقدر میدانیم که هست. چون اگر چیزی درباره اون بگوییم، نشان از این خواهد داشت که ما تصور اون رو کرده ایم، و همین تصور است که حاصل نیست. هر گونه تصوری از حیات اون جهانی برای ما در این جهان حاصل بشود، متناسب است با خصوصیات زندگی جسمانی ما در این جهان. یعنی فوراً رنگ جسمانی میگیره، فوراً تشبیه میشود به لذائذ این جهانی یا به عقبات این جهانی. مثلا پای تمثیل به باغ بهشت و آتش دوزخ به میان میاد، پای تمثیل به شیر و شراب و سیب و انار به میان میاد، پای تمثیل به مار و عقرب و آتش به میان میاد. چرا؟ برای اینکه ناگزیر وقتی بخواییم تصور چیزی رو بکنیم که مربوط به خصوصیات زندگی کنونی ما نیست، از همین خصوصیات به اون رنگ میزنیم و جز این چاره نیست. به همین جهت هم بوده است که در ادیان گذشته همچه تمثیلاتی به میان آمده، همچه تشبیهاتی به میان آمده، همچه استعاراتی به میان آمده، ولی ما همه اینها رو تمثیل و تشبیه و استعاره میدونیم، همه اینها رو سمبول هایی برای مجسم کردن یک رقائب معنوی که قابل تجسم نیست در این عالم میدانیم، و الا خود حیات اخروی رو، حیات معنوی، بیشتر قبول نداریم. بهشت رو، قرب به خدا هم در این جهان و ادامه این قرب در جهان دیگر به صورت کامل تر میدانیم، و دوزخ رو، بعد از خدا در همین جهان و ادامه همین بعد در جهان دیگر به صورت دیگر میده، و همین قرب و بعد نسبت به خداست که بهشت و دوزخ ماست. پس به این ترتیب در همون حال که این امر جنبه شخصی پیدا میکنه و مصلحت شخص ما رو برآورده میکنه و میتواند محرک شخص ما باشد و جنبه وجودی خودش رو به این ترتیب حفظ بکند، صرف توجه به ماهیات کلی نباشه که ارزش احساسی و وجودی نداشته باشه، در همون حال جنبه مادی و عنصری و ظاهری که ارتباط با رغبات پست و امیال دون ما داشته باشد نداره. یعنی ارتباط با ارزش‌های عالی حیات شخصی داره و امتیازش هم در همین جاست. اگر صرف کلی و نوعی بود، به عنوان یک محرکی برای شخص کفایت نمی‌کرد. اگر جنبه مادی و جسمانی داشت، لیاقت دنیای دیگر، عالم ملکوت و عالم انسانی رو پیدا نمی کرد. این دوتا هیچ کدام نیست، بلکه هر دو با هم است. یعنی شخصی غیر جسمانی است، شخصی معنوی است، شخصی روحانی است. برای شخص است، منتها ارتباط با ارزش‌های عالی حیات شخصی داره، قرب به خدا و بعد از خدا.
و این قرب و بعد با توجه به این که عامل اصلی ایجاد حب است و عشق است و عشق است که رمز آفرینشه، حب است که علت خلقته و به همین جهت غایت خلقته، آغاز و انجام کاره، این قرب و بعد نسبت به خدا هم به صورت قرب و بعد نسبت به معشوق حقیقی ما در میاد. به این ترتیب تمثیل می شود، به این ترتیب بیان می شود، تعبیر می شود که ما درست است که غرض شخصی داریم، مطلوب شخصی داریم از نیکوکاری و دینداری خودمون، اما این مطلوب شخصی ما چیزی نیست جز نزدیک شدن به معشوق و تحصیل رضای معشوق. و چون عشق مستلزم ایثاره، مستلزم گذشته، مستلزم نثاره، مستلزم فنای شخص عاشق در وجود معشوقه، پس به این ترتیب در این حال که جذبه شخصی دارد، در همون حال ایجاب فنای شخص رو هم میکنند و این تضاد به این ترتیب از میان میرود و جمع میشود، جنبه شخصی و جنبه غیر شخصی در اعتقاد به حیات اخروی هر دو با هم دیگر. از یک طرف شخص هست که میخواهد و از طرف دیگر چون شخصی که میخواهد عاشق است و اون که میخواهد معشوق و محبوب اوست، در واقع گذشت از شخص خودش رو هم ایجاب میکنه. حضرت بهاءالله فرمودند که به احکام و حدود او باید محض رضای او و به خاطر حب جمال او عمل کرد. هم در این جهان و هم در جهان دیگر ما این اصل رو معتبر میگیریم، در نظر داریم که اون چه بر اثر اعمال خودمون میخواهیم چه در این جهان و چه در اون جهان، چیزی نیست جز تحصیل رضای محبوب و نزدیک شدن به محبوب و تحصیل قرب محبوب، و همین است که بهشت ماست. و چون چنین است، ما در مقابل اون چه در این جهان از دست میدهیم در حکم کسانی نیستیم که عین اونها رو در جهان دیگر توقع بکنیم. مثلا اگر شرب خمر نمی کنیم، به این قصد باشد که منتظر شرب شراب طهور در عالم دیگر باشیم و طهور رو هم به معنی روحانی و باطنی نگیریم. یا اگر در این جهان در کنج زندان یا در خرابه محقر در خانه ویران زندگی می کنیم، به سبب این تحمل اون رو داریم که قصور بهشتی در باغها و گلزارها و با جویهای شیر و با حور و غلمان در انتظار ماست و همه این هم به حسب ظاهر معنی داره، چون جبران اون چیزی رو باید بکنه که ما در این جهان از دست دادیم. هرگز خودمون رو در حد این اشخاص نمیبینیم و نمیدانیم تا به قول بعضی از حکمای اسلام خودمون رو در ردیف رباخاران قرار ندهیم که پول به قرض میدن برای اینکه چیزی بر روی اون پول گذاشته بشه، از سنخ همون پول بهشون پس داده بشه. اگر در این جهان کف نفس میکنن، چیزهای را از دست میدن، برای این است که از نوع همون چیزها چیزی هم بر روش بگذارن و در جهان دیگر بهشون پس بدن. در یک همچه حدی خودمون رو قرار نمیدهیم، یعنی نمیتوانیم قرار بدهیم، بلکه اعتقادی که به حیات اخروی داریم از نوع یک حیات خاص خالص بدون شائبه مادیات و جسمانیات در عالم دیگره و انتظار این حیات روحانی برای ماست که مشوق و محرک ماست در این جهان به ایثار و نثار، به گذشت، به تحمل رنج، به تحمل عذاب، به قبول هر گونه زحمتی در راه
ایدئال روحانی خودمون. گفتیم که درباره جهان دیگر هیچ نمیتوانیم به زبان بیاریم مگر اینکه با گفتن اون و با بیان کردن اون خلوص اون رو از میان ببریم و از نوع خصوصیات همین عالم بکنیم. اون رو نمیتونیم. مثلا البته ارواح در عالم دیگر میگوییم که احاطه به این عالم دارند، علم به احوال ما دارند، اما هرگز نمیتونیم بگیم این علم از چه نوعه. گاهی میتونیم بگیم اموات ما رو میبینند و صدای ما رو میشنوند، اما این دیدن و شنیدن صرف یک نوع تشبیه، صرف یک نوع بیان مطلب از لحاظ تقریب اون به نحوه ادراک در این عالمه، و الا روحی که گوش ندارد، چشم ندارد، شنیدن و دیدنش از نوع دیدن و شنیدن ما نمیتونه باشه. تنها امری که وجود دارد این است که میگیم احاطه داره به ما، ادراک داره به ما. احاطه و ادراکی از نوع احاطه و ادراک یک وجود مافوق نسبت به وجود مادون، که وجود مادون از نحوی اون غافل. مثلا عرض میکنم حیوان حس دارد نسبت به نبات، حس میکنه نبات رو. البته نبات چون از این حس محروم است نمی فهمد چگونگی اون حس رو، برای اینکه از نوع زندگی نباتی نیست اون احساس. انسان در این عالم حیوان رو می فهمد، درک می کند، اما چون این درک، این فهم از نوع درک عقلی است و به نام علم انجام می گیرد، بنابراین حیوان اون رو درک نمی کنه، نمی فهمه. صرف همون دید هم ارواح مجرده نسبت به ما در این جهان علم دارن، احاطه دارن، اما چون بالاتر از ما در مرتبه بالاتری هستن هرگز نمیتوان مشخص کرد که این علم از چه قبیله، این احاطه از چه قبیله، این ادراک از چه قبیله. واقع سلاخازا هر چه در باره اون جهان گفته شود باید بدانیم که اون جهان رو نزدیک به این جهان میکنه، از نوع این جهان میکنه و از صورت خلوص و صفای اختصاصی اون جهانی خودش در میاری بیرون خارج میکنه. به همین جهت در شأن زندگی اون جهانی نیست، در خور زندگی اون جهانی نیست. پس تا اونجا که ممکنه باید اجتناب کنیم از این که در این عالم تصور حیات اون عالم رو بکنیم. همینقدر قبول داریم، انتظار داریم به حکم اعتقاد دینی خودمون و به صورت اقتضای عشق معنوی خودمون و محبوب حقیقی، همین و بس و جز این هیچ. البته این تعلق به ارواح انسانی داره، به روح انسان که مجرد است و قابل دوام و بقاست و جنبه شخصی داره، نه به روح حیوانی مربوط می شود، چون روح حیوانی مجرد نیست و باقی نیست، و نه به روح قدسی مربوط می شود، چون روح قدسی جنبه شخصی خصوصی فردی ندارد. روح قدسی عام است، البته ازلی و ابدی است، همیشه بوده و هست و خواهد بود و همیشه هم در عالم ملکوت و عالم معنا است. اما بقای شخصی به عنوان تعلقش به شخص معین از مظاهر امر مفهوم پیدا نمی کنه. چرا؟ برای اینکه روح قدسی تشخص پیدا نمی کنه. از عبدالبها در کتاب مصطفی مفاوضات می‌فرمایند، اونجا که می‌فرمایند که مظاهر امر ارواحشون چیست و چگونه است و چه حالی داره، به صریح بیان می‌فرمایند که تشخص مظاهر امر به روح انسانی است مثل سایر افراد. روح قدسی عاری از تشخصه، به همین جهت هم ما به اشتراک همه اشخاصی هستند که همه اشخاصی است که به عنوان مظهر امر در این جهان به اعتبار ما ظاهر شدن.
و هم به این مناسبت معنی پیدا نمی‌کنه حیات اخروی به صورتی که برای سایرین معنی داره، به صورت انتظار عقاب و ثواب و جزا و امثال اینها، که مظاهر امر در مقام عصمت کبرا هستند و چون در مقام عصمت کبرا هستند بنابراین مجازات و مکافات برای اعمالشون معنی نداره. عصمت کبرا به این معنی که به اعتقاد اهل بها مظهر امر الهی معصوم است، معصوم است به عصمت کبرا. وقتی میگیم معصوم است به عصمت کبرا منظورمون چیست؟ منظورمون این است که گناه رو در ساحت او راهی نیست. چرا گناه رو در ساحت او راهی نیست؟ در کتاب اقدس بیان می‌فرمایند این علت رو، جواب این چرا رو بیان می‌فرمایند. چون گناه یعنی خلاف اون که مظهر امر الهی مقرر داشته، ثواب یعنی مطابقت عمل با اون چه مسار امر الهی مقرر داشته، ملاک گناه و ثواب، ملاک خیر و شر امر مظهر امر است، فعل مظهر امر است، قول مظهر امر است. ما کاری رو که میکنیم خوب است وقتی که مطابق باشد با فعل مظهر امر، بد است وقتی که مخالف باشد با فعل مظهر امر. بنابراین درباره فعل خود مظهر امر گناه، خلاف، خطا معنی نمیتونه داشته باشه، چون اون ملاکه، با اون سنجیده میشود سایر اعمال، سایر افعال، سایر احوال، و خیر و شرش معلوم میشه، بد و نیکش معلوم میشه، گناه و ثوابش معلوم میشه. او هر چه میخواهد میکند، مظهر صفت یفعل و مایشاء خداست. هر چه میخواهد میکند، چون هر چه میخواهد میکند، بنابراین در مورد او گناه معنی نداره. ما چون اینطور نیستیم، یعنی چیزی رو باید بکنیم که او میخواهد، بنابراین اگر نکنیم گناه کردیم. خود او چون هر چه میخواهد میکند و هر چی میکند همون خوب است، بنابراین برای او گناه کاری معنی پیدا نمیکنه. و در همین مقام است که میگیم او به ذات چون مظهر یفعل و ما یشاء الهی است، صفت یفعل و ما یشاء الهی است، معصوم است. عصمت کبرا معنیش اینه، معصوم از گناه است به این معنی، به این معنی که فعال و ما یشاء است، هر چی میخواهد میکند و هر چی میکند همون نیکوست. و این عصمت کبرا خاص اوست، خاص مظهر امر مستقل در هر دوری، خاص کسی که صاحب کتاب است، صاحب حکم است، یعنی خاص کسی که حکم میکند و حکم او ملاک خیر و شر و گناه و ثواب واقع میشه. چون گفتیم علت این که او معصوم است همین است که حکم به دست اوست. پس بنابراین این صفت خاص خود اوست، جانشین او، مرکز میثاق او، ولی امر او، امام تابع حکم او، نبی غیر مستقل مروج احکام او که از خودش صاحب شریعت نیست، صاحب امر نیست بلکه تابع امر است، نمیتواند معصوم به عصمت کبرا باشد. و این هم از اصول عقاید ماست که مظهر امر الهی رو معصوم به عصمت کبرا میدانیم و جز او هیچ کس رو در این صفت با او شریک نمیگیریم. حضرت بهاءالله تحذیر فرمودند اهل بها رو در کتاب مستاب اقدس به صریح بیان و در سایر آیات مبارکه که اگر ما جز مظهر امر کسی رو معصوم به عصمت کبرا بدانیم به شرک افتاده ایم و از این شرک جلی ما رو خدا باید محفوظ نگه دار. دعا کنیم که ما رو محفوظ نگه دار. البته مرکز میثاق معصوم است،
البته ولی امر معصوم است، البته اون که به نام مظهر مستقل امر الهی حکم می کند معصوم است، چون فرمایش است الله اگر معصوم نباشد امری که زمامش به دست او سپرده شده است منحرف می شود، به این انحراف باعث انحراف جمعی ناس می شود و این از عدل خدا بعید است، پس او معصومه، منتها معصوم به عصمت کبرا نیست، عصمت کبرایی که از مختزیات یفعل و ما یشاء بودن مظهر امر الهی است نیست. او معصوم است برای اینکه در ظل مظهر امر الهی است، در ظل مظهر وحی است. او معصوم است برای اینکه قائم به امر مظهر وحی است. او معصوم است برای اینکه مثل اعلای تعالی مظهر امر است. و فرمایش از عبدالبها عصمت موهوب دارد. حضرت عبدالبها معصوم است، این عصمت رو به مناسبت استزلال در ظل امر از بهاءالله به او بخشیدند از جانب خدا. والا عصمت عصمت ذاتی نیست، منتها حاصل است. باید توجه داشت اون در کتاب اقدس فرمودن که خاص مظاهر امر است موصوف به صفت کبراست، پس معلوم می شود که عصمتی که عصمت کبرا نباشد هم وجود دارد، والا مقید به قید کبرا نمی شود. و این تبیین دست ابلوها فرمودن که عصمت کبرا عصمت ذاتی است و عصمتی که برای مرکز میثاق، برای ولی امر، برای صاحب امر حاصل است عصمت عصمت موهوب است. ما بیت العدل اعظم الهی رو هم مسون از خطا میدانیم به حکم الواح وصایای حضرت عبدالبها، مسون از خطا میدانیم به این معنا که هیئت عمومی بیت العدل اعظم الهی وقتی حکم می کند به عنوان مرکز امر جمال مبارک به تصریح کتاب اقدس، به تصریح آیات مبارکه، وقتی حکم می کند به نام جمال مبارک، وقتی تشریع می کند به نام جمال مبارک، در اون تصمیم معصوم است، در اون تصمیم مسئول از خطا است، در اون تصمیم خلاف نمی کند، در اون تصمیم اشتباه سهو به او دست نمی دهد. البته وحی به اعتقاد ما با مظهر امر که صاحب کتاب است و صاحب امر است و مطلع وحی است تمام می شود و بعد از او وحی نیست تا ظهور مظهر دیگر در زمان دیگر. حضرت ولی امر الله در یکی از الواح مبارکه به صریح بیان فرمودند که بعد از حضرت نقطه اولا و حضرت بهاءالله و منقطع شد تا ظهور مظهر امر که لااقل بعد از هزار سال دیگر خواهد بود و تا اون زمان هیچ کس انتظار ظهوری نخواهد داشت، به صریح بیان مبارک و به حسب ظاهر با مرور ایامی که هزار سال شامل اون ایام است. بعد از حضرت بهاءالله به کسی وحی نمی شود. حضرت عبدالبها و حضرت ولی امر الله ملهم بودند بدون اینکه مظهر وحی باشند. بیت العدل اعظم الهی در اتخاذ تصمیم، در تشریع، در مقام صدور حکم معصوم است. چرا؟ برای اینکه ملهم است بدون اینکه مطلع وحی باشد. ملهم است یعنی به اراده خدا تصمیم میگیرد، به تأیید خدا عمل میکند. به همین جهت است که اون چه او میکند همیشه معید است، اون چه او میخواهد همیشه مصاب است، بدون اینکه انقطاعی رخ بدهد در این تأیید الهی در حین اخذ تصمیم و ابلاغ اون به نام مرکز جهانی امر بهاءالله. این اعتقاد حافظ
شخص ماست، حارس آیین ماست و به اعتقاد ما حافظ و حارس سعادت نوع انسان است در حال حاضر و مستقبل ایام. به این ترتیب توجه می شود به اینکه ما چگونه از مبدأ واحد سرزدیم و به مقصد واحد روی آوردیم. انبیا کوشیدند تا ما رو نزدیک بکنند به مبدأ وحدتی که از اون دور افتادیم با تعالیم خودش، هم نوع ما رو در این جهان به این وحدت نزدیک بکنند تا اونجا که عصر ذهبی، عصر طلایی نوع انسان رخ بگشاید در این جهان، و هم افراد ما رو نزدیک به اون مرکز وحدت، به اون مبدأ وحدت بکنند تا اینکه سعادت شخصی برای ما چهره بگشاید، هم در این جهان و هم در ادامه حیات این جهان در جهان دیگر. ما معتقدیم از جمله اصول عقاید ماست که ملکوت خدا باید در بسیط قبرا در همین جهان تا اونجا که مناسب است با مختزیات عالم امکان تحقق پیدا بکنه. به اصطلاح انجیل اراده خدا چنان که در آسمان است در زمین نیز تحقق پیدا بکنه، اجرا بشه، عمل کرده بشه، ملکوت او بیاید، در همین جهان هم بیاید. به اصطلاح خودمون این جهان به صورت آیینه‌ای بشود که نظام عالم بالا در اون منعکس بشه. چگونه منعکس بشه؟ به چه صورتی منعکس بشه؟ به اون صورت که به حد اکثر امکان بتوان در عالم کثرت وحدت حقیقی رو تحقق بخشیم. وحدت الهی، وحدت محض، وحدت صرف در عالم حقه البته، ولی همونطوری که قبلاً در یکی از عرایز دیگر خودم عرض کردم، این وحدت در این جهان هم قابل تحققه، منتها وحدتی در کثرت به حد اکثر امکان. هر گونه اختلافی باید رو به زوال برود تا وحدت به حد اکثر امکان تحقق پیدا بکنه. البته وقتی میگیم هر گونه اختلافی باید رو به زوال بره، اختلافاتی که مانع وحدت باشه اون رو در نظر میگیریم، ولی بعضی از اختلافات هست که لازمه تحقق وحدته، وحدت در کثرته. شما در یک شکل هندسی که کشیده اید در مقابل نظرتون دقت بکنید، خط داره، خط مستقیم داره، منحنی داره، حجم داره، تصویر داره، نقطه چین داره، زاویه داره، صدها جزء داره، اما همه این اجزاء مختلف یک حکم واحد رو که میخواد به صورت این شکل اثبات بشود، متحقق بشود، نشان میده. هر جزئی رو به هر کجا که میرود حاکی از این است که یک حکم رو به این ترتیب حتی با دور شدن خودش اجزای دیگه اثبات میکنه. بنابراین این قبیل اختلاف، یعنی اختلافی که نشون می‌دهد که چگونه اجزای کثیر می‌توانند برای نشون دادن یک نظم واحد، یک حکم واحد، یک جمال واحد دست به دست هم دیگر بدهند، یک همچه اختلافی به معنی تحقق وحدته، به معنی نمودار شدن و نمایان شدن وحدته. اختلافی باید از میان برود که به وحدت لطمه می زند.
انشقاق می آورد. به نام نژاد، به نام جنس، به نام صنف مرد و زن، به نام برده و آزاد، به نام توانگر و درویش، به نام شرقی و غربی، جدا میکنه، دشمنی میاره، خصومت میاره. همه اینها باید زائل بشه و روزی برسد که تا اونجا که ممکن است، به حد اکثری که میتوان اون رو در مقدورات عالم امکان دانست، همه چیز رنگ وحدت، نشان وحدت و علامت وحدت رو در خودش آشکار بکنه. این همون امریست که ما اعتقاد داریم که رخ خواهد گشود. منتها با توجه به بحثی که در مورد جبر اختیار میکنیم، باید دقت بکنیم که رخ خواهد گشود، ولی به دست ما باید رخ بگشود. اراده الهی عمل می کند، اما او خواسته است که این اراده خودش را به دست نوع انسان، به دست ابنای بشر تحقق بدهد، تا در ضمن بشر استعداد یک همچو مقامی را حاصل بکنه، استحقاقش را حاصل بکنه، به اختیار خودش به جایی برود که بتواند مستحق قبول یک همچو کرامتی باشه. این است که کوشش ما، سعی ما در ظل اراده الهی لازمه برای تحقق این امر. به اصطلاح ما قائلیم که از یک طرف اراده الهی به طور کلی، به طور عام در عالم به وسایل غیبیه عمل میکنه، و از طرف دیگر در ضمن یک طرح آشکاری، طرح روشنی که ما مسئول اجرای اون هستیم و مختاریم در این که لیاقت خودمون رو برای قبول این مسئولیت نشون بدهیم، به دست ما سپرده شده، به کف کفایت ما نهاده شده تا ظاهر بشود، و در ضمن ظهور این کفایت ما خودمون استحقاق وصولی به یک همچون نظامی رو، استحقاق ورود به یک همچو عصری رو که عصر ذهبی دور جمال ابهاست بتوانیم حاصل بکنیم. انتظاری که برای ما وجود دارد، انتظار تحقق یک همچو یوم موعودی است که تباشیر اون هم اکنون پیداست. منتها انتظاری توأم با عمل، توأم با کار، توأم با فعالیت، چون خود ما هستیم که به عنوان یک عامل در مقابل عامل اصلی و کلی که اراده الهی باشد موظف به تحقق بخشیدن به یک همچو نظامی در